سلام، در این درس میخوام نحوه ساخت کوکتل مولوتوف رو به شما نشون بدم و قبلش اسکریپت مربوط به کوکتل مولوتوف رو نوشتم و این اسکریپت مربوط به کوکتل مولوتوف هست که توضیح میدم. در درس قبلی اشاره کردم که این ایف رو بررسی میکنم. قبل از اینکه این ایف رو بررسی کنم، ابتدا باید نحوه ساخت کوکتل مولوتوف رو به شما نشون بدم. به پانل آبجکت برید و در تب استوک در بخش ریجید بادی یک شی رو به اسم جی میبینید. این یک بطری هست که یک اسکریپت بهش اختصاص دادم. داخل پوشه پروپس این شی هست، یعنی مدلی که انتخاب کردم یک بطری شیشه‌ای هست و شما هم این رو انتخاب کنید، دقیقا یک بطری شیشه باشه. اسم آبجکت هم که حتما باید جی باشه. کلایدر هم که در اینجا لازم هست برای X, Y و Z 10 10 10 رو در نظر بگیرید. خاصیت اکتیویبلش رو فالس در نظر بگیرید. از اونجایی که از تابع اکتیو آبجکت استفاده میکنیم و شی باید استوک باشه، وقتی روی ریجید بادی کار میکنید و میخواید آبجکت رو ببینید، اکتیویبلش رو ترو کنید. اما در آخر اگر کارتون تموم شد، فراموش نکنید که حتما اکتیویبلش رو فالس کنید. در پارامتر اسکریپت همینطور که میبینید اسمش لسن 06 هست و من قبلا این اسکریپت رو نوشتم و در ادامه این ویدیو توضیح میدم. پارامتر دیگر مس هست. خب حجم این شی چقدر میتونه باشه؟ خب در اینجا برای مس که حجم و وزن ریجید بادی هست واحد یک رو در نظر گرفتم و شما هم واحد یک رو در نظر بگیرید، یا دو واحد یا سه واحد رو در نظر بگیرید، پارامترش صفر نباشه، منظورم این هست. و کینماتیک هم باید فالس باشه، اگر ترو باشه یعنی ریجید بادی ایستا باشه، سر جایش خودش حرکت نکنه. خب اینجا باید فالس باشه چون قرار هست این ریجید بادی که نقش یک کوکتل مولوتوف رو بر عهده داره باید پرتاب بشه و منفجر بشه. اینجا ریجید بادی جی انتخاب شده و باید پیدا کنم که در کجای صحنه هست. خب من خاصیت اکتیویبلش رو موقتاً ترو می‌کنم، تو که می‌بینید منفجر شد. اسپیس رو میزنم، کینماتیکش رو ترو میکنم چون نمیخوام که حرکت کنه. میخوام بهتون نشون بدم که ریجید بادی که روش کار میکنیم اینه. و وقتی کینماتیک رو به حالت
فالس در میارم میفته. و اینجا هم باید اکتیویبلش رو فالس کنم. ایجاد کردن ریجید بادی و انتخاب مدل، اضافه کردن اسکریپت رو بهتون نشون دادم. کار سختی نیست، یعنی مطمئنم شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. برای ایجاد کردنش هم کافی از دکمه کریت رو بزنید، ریجید بادی مورد نظر رو انتخاب کنید و پارامترهایی که بهتون نشون دادم رو دقیقا اعمال کنید و سپس دوباره دکمه کریت رو بزنید و به این صورت میتونید انجام بدید. خب حالا برم به پانل استوک و این ریجید بادی جی هست، اسمش رو جی نوشتم چون این نقشه یک نارنجک هم میتونه داشته باشه و تخریب اون به اندازه نارنجک هست. به داخل اسکریپت میرم و توضیح میدم که این کار چگونه انجام میشه. وقتی دکمه ای بر روی صفحه کلید رو بزنم، سه تا متغیر ایجاد میشه و اسم این متغیرها هم کام انگل، کام دایر و کامپوس هست و از نوع ویکتور 3D هست. بودار سه بود. کامرا پلیر جهتش باید ذخیره بشه از طریق این تابه، از جهت کامرا پلیر، دوربین پلیر داخل این متغیر ذخیره میشه. موقعیت دوربین پلیر در چه نقطه ای قرار داره در داخل این متغیر ذخیره میشه به وسیله این تابه. و زاویه دوربین پلیر از طریق این تابه در داخل این متغیر قرار میگیره و ذخیره میشه. حالا اینجا به تابه اکتیو آبجکت میرسم و همینطور که میبینید جی نام شیء ریجید بادی هستش که در اینجا بهتون نشون دادم، از نوع استوک هم هست. اگر اکتیویبل این آبجکت ترو باشه هم مشکلی ایجاد نمیکنه، اما خب بهتره که از نوع استوک باشه. اینجا اسمش رو می نویسید، کمپوز موقعیت دوربین پلیر هست، به اضافه پرانتز باز و بسته، در اینجا جهت دوربین پلیر ضرب در 100 شده. به این خاطر نوشته شده که موقعیت کامرا به اضافه 100 واحد جهت دوربین رو که به جلو هست ضرب میکنه و این دو متغیر با هم جمع میشن و دلیل نوشتن کم دایر ضرب در 100 به این خاطر هست که دوربین نباید داخل مدل پلیر باشه و یکم جلوتر از پلیر دوربین وجود داشته باشه. و اینجا هم کم انگل یا کم انگ هم زاویه دوربین پلیر هست. خب وقتی که اکتیو آبجکت ریجید بادی جی رو ایجاد میکنه، یعنی این آبجکت، اسکریپتی داخلش اجرا میشه، اسکریپت لسن 06 داخل ریجید بادی از اونجایی که ایجاد شده اجرا میشه. لسن 06 در تابع انید فیزیک اپلای فورس تابعی هستش که نیرو رو به ریجید بادی اضافه میکنه.
در چه جهتی؟ در جهت کامیرا فوروارد، یعنی محور زد و رو به جلو. اینجا چه آبجکتی باید موقعیتش دریافت بشه؟ آبجکت زیست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه ریجید بادی جی هست، یعنی get object or post زیست، یعنی موقعیت ریجید بادی بر حسب x, y و z که یک بردار سه بعدی هست رو دریافت میکنه. و در جهت کم فوروارد، یعنی دوربین پلیر، به اندازه 60,000 واحد نیروی به ریجید بادی اعمال میشه. یعنی به صورتی هستش که ریجید بادی به طرف جلو پرتاب میشه، چون در اینجا نیروی بهش اضافه شده. وقتی که ریجید بادی به سطح زمین یا سطح آب برخورد میکنه، یک سیگنال، یک مسیج فرستاده میشه به سطح آب یا سطح ترین. و وقتی که ریجید بادی به صورت اتوماتیک و به صورت سیستمی سند مسیج کرد و این پیغام به ترین یا سطح آب رسید، در اینجا بررسی میکنه که اگر پیغام ارسال شده دریافت شد و اسمش اینتر واتر بود، یعنی ریجید بادی به داخل سطح آب برخورد کرده. و زمانی که ریجید بادی به سطح آب برخورد کرد، در اینجا یک پیغام نمایش داده بشه و بگه اینتر واتر، یعنی ریجید بادی وارد آب شد. اکتیو آبجکت در اینجا تابعی هستش که شامل سه پارامتر هست. استوک آبجکتی که قرار هست ایجاد بشه، موقعیت x, y و z آبجکتی که قرار هست ایجاد بشه و زاویه‌ای که به صورت x, y و z قرار هست که شیء ایجاد شده به خودش بگیره. اینجا زاویه x, y و z صفر هست و اینجا لازم نیست که شعله آتش زاویه داشته باشه. فلیم صفر یک پارتیکل سیستم هست و به صورت یک شعله آتش در موقعیت x, y و z و در نقطه‌ای که ریجید بادی جی بطری که به سطح زمین برخورد کرده ایجاد میشه. اینجا هم منفی ویکتور 3 x, y و z رو وارد کردم. این نتیجه کار رو زیبا میکنه. در اینجا هم send message سیگنال تابعی هستش که به شیء کامیرا پلیر ارسال میشه. اسم پیغام C4 هست، هیچ محتوایی نداره و بلا فاصله و بدون تأخیر ارسال میشه. و در این تابع هم میبینیم که بطری از بین میره. چرا؟ به این خاطر که لسن 06 داخل بطری هست. اینجا هم دقیقا همین توضیحاتی هستش که برای else و در این بلوک نوشتم. هیچ تفاوتی نداره، فقط این زمانی هستش که به سطح یک شی برخورد میکنه، مثلا سطح یک خونه، سطح یک ماشین، سطح یک درخت، سطح زمین برخورد میکنه، هیچ فرقی نداره. دقیقا همین رو آوردم، چون اگر این else رو ننویسم، این کوکتل مولوتوف فقط بر روی سطح آب جواب میده. اما من میخوام اسکریپت
اجرا بشه و هر زمان که بطری به سطحی از زمین یا سطحی از آب برخورد کرد، دقیقا این عملیات انجام بشه. اینجا یک پیغام به کامرا پلیر ارسال میشه، یعنی داخل کامرا پلیر یک اسکریپت به اسم کامرا اسکریپت داریم. در پانل اکتیو داخل بخش کامرا، اینجا کامرا پلیر هست و کامرا پلیر هم شامل یک خصیصه، یک پارامتر به اسم کامرا اسکریپت است. پس اینجا یک پیغام به کامرا پلیر ارسال میشه و اسمش C4 هست و اینجا وقتی که پیغام ارسال میشه تنها داخل تابع مسیج هست که پیغام بررسی میشه. اینجا C4 صدایی رو پخش کن. داخل گوشه کاراکترز صدایی به اسم C4 اکسپلود یک وجود داره و اینجا هم لازم نیست که لوپ داشته باشه این صدا، فقط کافی است به محض اینکه بطری به سطح آب یا به سطح زمین برخورد کرد یک بار صدا پخش بشه. پس کار این دوتا تابع هم همینه. اینجا یک منبع رو به صدا اختصاص میده و سپس که صدا منبعی برای پخش داشت، در اینجا با استفاده از تابع پلی ساوند صدا پخش میشه. حالا دکمه استارت رو میزنم، دکمه ای بر روی صفحه کلید رو میزنم، همینطور که میبینید بطری پرتاب میشه و به سطح آب برخورد میکنه و شعله های آتیش ایجاد میشه. به این صورت دکمه اسکیپ رو میزنم. داخل پارتیکل سیستم فلیم 01 فلیم 01 اینجا به صورت پیش‌فرض در پروژه پارتیکل سیستم فلیم 01 داخل پانل اکتیو هست. من اکتیویبلش رو فالس کردم، در داخل پانل استوک قرار میگیره. پس این رو هم فراموش نکنید. فلیم 01 یه پارتیکل سیستمی هست که به صورت آماده در پروژه وجود داره. من فقط میخوام اسکریپتش رو بهتون بگم که flame.sc2 یک کوچولو تغییر دادم، یعنی این اسکریپت تغییراتش هم توضیح میدم، شامل فقط چند تا خط کد هست. جاهایی که تغییر کرده در اسکریپت توضیح میدم، جایی که خیلی لازم هست. اینجا set param دو تا پارامتر استرینگ میگیره، یکی cast light هست و دیگری محتوایی که قرار هست بهش اختصاص داده بشه. پارتیکل سیستم ها دارای یک خصیصه هستن به اسم cast light که در اینجا سعی میکنم پیداش کنم، اینجا هست cast light. هر بار که فلیم ایجاد میشه cast lightش ترو میشه. cast light یعنی ایجاد منبع نور. وقتی که یک شعله آتیش ایجاد میشه، خب قطعا باید نوری هم
برای روشن کردن اطراف وجود داشته باشه. در داخل پارتیکل سیستم مثلا دود نیاز به کست لایت نیست، میتونید فالس کنید، اما اینجا چون آتیش هست لازم هست این خاصیت ترو باشه. وقتی دکمه صفر بر روی صفحه کلید رو میزنم، این تابه که اسمش send message multi هست، کارش ارسال چندین پیام به آبجکت های مشخصی هست. اینجا فعلا نال در نظر بگیرید، اینجا صفر رو در نظر بگیرید و اینجا تأخیر مثلا 0.1 ثانیه‌ای و این پیغام به اسم شاددان به چندین آبجکت ارسال میشه. از اونجایی که داخل پارتیکل سیستم فلیم این سند مسیج اتفاق افتاده، داخل همین پارتیکل سیستم نیست، داخل تابع مسیج بررسی میکنم، میگم اگر پیغام شاددان دریافت شد در اینجا خصیصه پارتیکل سایز صفر باشه و خصیصه کاست لایت هم فالس باشه. اینجا اندازه پارتیکل سیستم که هر یک از فلیم هایی که ایجاد میشه اندازش رو صفر میکنه و اینجا کاست لایت رو هم فالس میکنه. در واقع اینجا پارتیکل سیستم رو غیر فعال میکنه. حالا من دکمه استارت رو میزنم، دکمه ای بر روی صفحه کلید رو میزنم، به این صورت پارتیکل سیستم ها میبینید که ایجاد شدن. حالا دکمه صفر رو میزنم، همینطور که میبینید پارتیکل سیستم ها محو شدن. یک راه داریم که کامل پارتیکل سیستم ها رو از بین میبره. اینجا فقط خصیصه هاشون رو تغییر دادیم. شما یا میتونی از این خصیصه ها استفاده کنید، اینجا هم میتونید از set flags هم استفاده کنید، باعث نابودی پارتیکل سیستم میشه. من استارت رو میزنم، چندین پارتیکل سیستم ایجاد میشه در هر زمان که دکمه ای بر روی صفحه کلید رو بزنیم. همینطور که میبینید نور به صورتی ایجاد شده و وقتی دکمه صفر رو میزنم کلن کست لایت غیر فعال میشه، پارتیکل سایز اندازش به صفر تغییر میکنه. در نسخه استوینجین HD 1.4.6 حجم زیادی از باگ ها برطرف شده، ویژگی های زیادی بهش اضافه شده، بهبود های خوبی روش انجام شده و در حال حاضر هم همچنان روش کار میکنن و مطمئنم در نسخه 1.4.6 شاهد استقبال زیادی از کاربران در سطح جهان خواهیم بود. برای دانلود کردن اسکریپت هایی که در مجموعه چهارم آموزش های ویدیویی استوینجین HD میتونید به تب هوم در کانال من در یوتیوب مراجعه کنید و اینجا لینک دانلود در میدیا فایر وجود داره، کلیک کنید و این صفحه باز میشه. علاوه بر اسکریپت هایی که نوشتم، دو مدل هم که مربوط به لوک‌ات و باکس انیم بود در اینجا میتونید دانلود کنید. حجمش هم کمه، 41 کیلوبایت هست. تشکر میکنم که توجه کردید، ممنونم که من رو تحمل کردید و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.